هوشنگ حسن یاری تحلیلگر سیاسی و امنیتی ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای حسن یاری. ارزیابی شما از تلاش های نتانیاهو برای نزدیکی با عربستان چیه؟ فکر میکنید چقدر دولت او در این زمینه موفق بشه؟ با درود بر شما و ملت قهرمان ایران، نتانیاهو کسی بوده که با فعالیت هایی که در پیش زمانی که نخست وزیر اسرائیل بوده انجام داده، موفق شده به همراهی آمریکا اون پیمان ابراهیم رو با بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس امضا بکنه. نتانیاهو همچنین دو سال پیش از عربستان بازدید کرده و با شاهزاده محمد بن سلمان مذاکراتی انجام داده، گویی که روابط دیپلماتیک بین دو کشور وجود نداره. به نظر من نتانیاهو سعی بسیار زیادی خواهد کرد که در این دوره از ریاست خود به روابط بین اسرائیل و عربستان رو عادی بسازه با کمک آمریکا، و به همین خاطر هست که از دولت آمریکا خواسته که روابط خود رو با سعودی، عربستان سعودی مورد بازبینی مجدد قرار بده. میدونیم که روابط بین بایدن و بن سلمان، محمد بن سلمان، روابط مناسبی نیستن. بنابراین شانس بسیار زیادی هست که در این دوره از نخست وزیر به نتانیاهو چنین عملی صورت بگیره در قراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور. آقای حسن یاری، فکر میکنین عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل چه تأثیری میتونه بر جمهوری اسلامی بذاره و جایگاهش در منطقه؟ ببینید، عربستان سعودی کشور بزرگی است در میان کشورهای عرب و کشورهای مسلمان. دو مکه و مدینه در این کشور قرار دارن، جایگاه‌های بسیار بسیار بالا برای مسلمانان. بنابراین یک نوع پذیرش عربستان سعودی به عنوان رهبر جهان اسلام وجود داره. جمهوری اسلامی با چنین امری مخالفه، به خاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای رو به عنوان امیرالمومنین سعی می‌کنن در جهان جا بیاندازن، و همینطور روابط بسیار دشوار خصمانه ای که بین جمهوری اسلامی و عربستان وجود داره و همچنین بعد از کشورهای عرب خلیج فارس، این باعث خواهد شد که نزدیکی بین عربستان سعودی و اسرائیل کفی ترازو رو به سود عرب ها بیشتر بکنه و در نتیجه فشارهای بسیار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنه. بنابراین برقراری روابط دیپلماتیک بین عربستان و اسرائیل بر فشارهای منطقه‌ای و جهانی و جمهوری اسلامی خواهد افزود، و همینطور امکان حمله نظامی اسرائیل به ایران رو، به جمهوری اسلامی رو، و از بین بردن توانایی هسته این کشور افزایش میده. با این توضیحات که دادی فکر میکنین واکنش تهران چی باشه اگر این توافقنامه امضا بشه؟ ببینید، تهران یکی از بزرگترین کارهایی که میتونه بکنه و تبحر داره در این زمینه اینه که فرصتها رو بسوزونه. در این مورد هم انتظار چنین هست. بعد از اینکه تو قطعا عربستان رو متهم خواهند کرد به اینکه خود رو به اسرائیل فروخته، به سهیونیست ها فروخته، و نتانیاهو رو مورد حمله قرار خواهند داد به خاطر اینکه به چنین اعمالی دست میزنه، بیش از این نمیتونه جمهوری اسلامی انجام بده. حتی در شرایط امروز داخل ایران و انقلابی که در حال شکل گیری است، جمهوری اسلامی حتی نمیتونه از این نیروهای نیابتیش به شکل بایسته استفاده بکنه، و در نتیجه ناتوانی خود رو صرفا نشان خواهد داد با حملات لفظی، با اون چی که رهبر جمهوری اسلامی تا به حال در مورد عربستان گفته، و حتی فوش‌های بعضی وقتا رکیکی که به رهبران عربستان داده میشه. جمهوری اسلامی همیشه در حالت تدافعی است و از اونجایی که در انزوای تقریبا کامل وجود داره نمیتواند هیچ کار مهمی انجام بده در صورت حمله به تأسیسات نفتی عربستان، چه مستقیماً و چه از طریق این گروه های نیابتی، به طور قطع با پاسخ بسیار بسیار شکننده روبرو خواهد شد.